بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح صدری و یسر امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در پی نشست های معرفی مشایر شهرستان سمیرم، این جلسه به معرفی آقایان سید علی امام و سید هدایت الله امامی رحمت الله علیهما اختصاص دارد. در سال 1286 هجری مصادف با آبان 1248 شمسی، حدود 151 سال پیش، در خانواده مرحوم سید حسین در ماه رجب نوزادی به دنیا آمد که پدرش به دلیل اینکه در ماه رجب به دنیا آمده بود نام او را علی گذاشت. سید علی در دامن پدر پرورش یافت و پدرش سید حسین در تربیت او تلاش بسیار نمود. از ابتدای کودکی قرآن را به او آموخت. در 6 سالگی متون فارسی و عربی و مقدمات را فرا گرفت. سید علی کودکی باهوش و با ذکاوت بود. در 11 سالگی وارد حوزه علمیه اصفهان شد و در مدرسه صدر ساکن گردید و از امکانات ادامه تحصیل که برایش مهیا شده بود استفاده کرد و با تلاش و همت زاید الوصفی به فراگیری علوم حوزوی پرداخت و در محضر بزرگان حوزه علمیه اصفهان که در آن زمان از بزرگترین و سرآمدترین حوزه های کشور بود تلمس کرد و مدارج ترقی را پیمود به گونه‌ای که در 26 سالگی از زعمای حوزه اجازه نقل حدیث و اخذ به اجتهاد گرفت. در 26 سالگی به درجه اجتهاد رسیده است. این همشهری عزیزم. در کتاب ونک در آینه زمان صفحه 216 آقای بهمن حیدری معتقد است آقای سید علی امامی در حوزه علمیه اصفهان با شیخ محمد تقی شریعتی فرزند آخون ملا علی اصغر و شیخ محمد حسن و شیخ عبدالله سمیرمی همدرس بوده است. از مدت حضور آن سید بزرگوار در حوزه اصفهان اطلاع دقیق در دست نیست، ولی بنا به اظهارات فرزند ایشان مرحوم سید هدایت الله که آن مرحوم در موضوعات و مباحث مختلف در درس بزرگان از جمله صرف و نحو منطق در نزد مرحوم میرزای هرندی و شرح لمع و فقه را در محضر آخوند کاشی و خارج فقه و اصول را در محضر شیخ مرتضی ریزی و مبحث مستحبات را نزد مرحوم سید محمد باقر دورچه‌ای فرا گرفت. سید علی بعد از تحصیل بنا به درخواست پدرش و تقاضای اهالی به زادگاه خود بازگشت و به هدایت و ارشاد مردم پرداخت. مدیریت و اصرار و تلاشش بر استقرار عدالت در جنبه‌های مختلف و مراجعات گسترده مردمی و نحوه برخوردش با مردم و تلاش و مجاهدت در راه حل مشکلات مردم شهرت و آوازه اش را در همه مناطق سمیرم و اطراف گسترش داد و به گوش همه رساند و او را به شخصیتی بزرگ و فرامنطقه‌ای تبدیل کرد. آری، مرحوم سید علی با دارا بودن مراتب علمی بالا و اجتهاد مسلم و با توجه به شرایط حاکم بر کشور در آن روزگار و مخصوصا موقعیت جغرافیایی سمیرم که جز بزرگترین و حساسترین مناطق
ایلات فارس بوده است، نه تنها زعامت و رهبری و هدایت مذهبی و معنوی سمیرون و بلوکات آباده و اقلید و به طور کلی شمال استان فارس را به عهده داشته، بلکه در نقش یک روحانی مبارز در دو جبهه با دستگاه حکومت، ابتدا قاجار و بعد حکومت پهلوی، و مبارزه با خوانین و فئودال‌های قدرتمند و ستمگر فارس را نیز به عهده داشته است. او رهبری مبارزات مردمی را به عهده داشته است و به خاطر همین مبارزات تحمل مشقات و سختی‌ها و زجر و شکنجه و حبس و تبعیدهای فراوان توانست تا حدودی از ترک تازی‌های آنها جلوگیری کند. کثرت مراجعات و حل و فصل اختلافات و دعاوی و پاسخگویی به مسائل و امور شرعی، ارشاد و هدایت مردم مجال نداد تا سید علی حوزه علمیه تأسیس کند و به عنوان مدرس حوزه اقدام به تربیت شاگردان کند. مرحوم سید علی از زمان طلبگی در اصفهان با شهید مدرس سابقه دوستی دیرینه داشت و سالها مجالست و موانست و مباحثه با آن شهید و داشتن روحیه مشترک و علاقه عمیق بین آن دو بزرگوار همواره ادامه داشت که باعث وحدت نظر و همفکری بین آنها بود و این اشتراک تفکر در همه مراحل از مبارزات ایشان موجب گردید که حکومت وقت او را تحت نظر داشته باشد. وقتی که در سال 1316 شهید مدرس از خوف به کاشمر دستگیر و تبعید شد، سید علی تلگرام اعتراضیه‌ای به دربار می‌فرستد و خشم رضا شاه برانگیخته می‌شود. رضا خان که نگران تحرکات سید علی و فرزندش بود، آنها را به تهران فراخوان و تحت حفظ نگه داشت و سرپاس مختاری جلاد را به تهدید و تطمیع آنها گماشت که اگر نقل از بیماری شبانه سرپاس مختاری نبود و دست به دامان سید علی برای شفا و درمان نمی شد، شاید سرنوشتی بهتر از مرحوم مدرس یا فرخی یزدی و دیگران نصیب این پدر و پسر نمی شد. این اقامت اجباری تا شروع جنگ جهانی دوم ادامه داشت. در این حین سید علی و فرزندش به ولایت آمدند و با تبعید رضا شاه و شروع هرج و مرج و قدرت گرفتن خوانین، دوباره سید علی کانون مراجعات مردم در سطحی گسترده تر از قبل قرار گرفت و همه عمر در طریق ارشاد و هدایت مردم و مبارزه علیه خوانین و فئودال‌های منطقه که منافع آنها در استثمار و استخفاف مردم بود تلاش کرد و سختی‌ها و مرارت‌های زیادی در این راه متحمل شد، از جمله جلوگیری از هر گونه فعالیت و ایجاد و تأسیس حوزه علمیه و تربیت شاگردان شد که گویا مشتاقان بسیاری هم در شهرستان سمیرون داشته و از این نعمت محروم شده. با این همه مرحوم سید علی هیچگاه از حمایت مردم و اقشار مستضعف دست بر نداشت و در برابر زورگویان تسلیم نشد که همین باعث محبوبیت بیشتر این مرد مبارز شد. شجاعت سید علی به تعبیر شهید مدرس مصداق کامل تحور بود و در همه مراحل مخصوصا در برابر بی‌عدالتی‌ها و ظالمان زمان زبانزد خاص آن بود. از ویژگی‌های اخلاقی سید علی داشتن زهد و تقوا، توسل و عبادات و توجه عمیق به معنویات و بی‌اعتنایی به مال دنیا، داشتن سعه صد و حسن خلق، سخاوت و بخشندگی و در کل چهره ممتاز و درخشان سلاله رسول الله در بین اهالی سمیران و ششناهیه، آباده و اقلید و عشایر کوچنشین و حتی بویرحمدی ها چنان محبوبیتی به او بخشیده بود که همواره دولت مرکزی
در حالتی از خوف و رجا حالت احتیاط را نسبت او نگاه داشته بود، که به قول یکی از فرماندهان ارشد ارتش رضاخانی، سید علی همواره استخوان در گلو و خاری در چشم حکومت بود. افتخار میکنم که شهرستانم مردان بزرگ این چنین داشت، مبارزان این چنینی داشته است. آقای سید علی را مردم آقای امام خطاب میکرد، که پس از تأسیس ثبت احوال و صدور شناسنامه این عنوان و تخلص نام فامیلی او و فرزندان و خاندانش قرار گرفت. در 13 فروردین 1330 هجری شمسی روح بیقرار این عالم وارسته در پی یک بیماری چند هفتهی به ملکوت اعلا پیوست و همه مردم را عزادار کرد و به علت انزوای جغرافیایی و بارش برف سنگین که در گذشته در سمیرام زبان زد بود و علارغم چنان وضع جغرافیایی مردم در تشییع جنازه آن مرحوم شرکت کردند و همه مردم زن و مرد، کوچک و بزرگ، پیر و جوان در قالب هیئت‌های سینه زنی و زنجیر زنی در مراسم تشییع و تدفین سید و سالار خود شرکت کردند و در تمام منطقه سمیرام و حتی بعضی از روستاهای سمیرام مراسم ترحیم و بزرگواری برای این سید جلیل القدر برگزار کردند. و چون آن بزرگوار وصیت کرده بود که در جوار یکی از معصومین دفن شود، در سال 1364 به جوار حضرت سامن الحجج انتقال داده شد. نقل است که سید علی امام در فرصتهای مختلف اقدام به دست نوشته هایی به قصد تألیف آثار داشته است که در واقعه سمیرام در سال 1322 به دست یکی از عوامل خوانین منطقه رو بوده شده و دست نوشته های این سید بزرگوار به آتش کشیده شده است. روحش شاد. مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا سید هدایت الله امامی در سال 1292 در شهر سمیرام در خانه‌ای که مهد علم و دانش و تقوا و معنویت بود به دنیا آمد. پدر او آقای سید علی امامی، معروف به آقای امام، از بزرگان ابرار، اوتاد و احرار روزگار خود بود که در زمان خود به داشتن کراماتی فراوان و مستجاب الدعوه بودن مشهور بود، که مورد احترام و تکریم مردم سمیرام و نواحی و بخش‌های عمده از ایلات فارس و اصفهان بود. بعد از فراگیری مقدمات، جناب آقای سید هدایت الله امامی در محضر پدر در 10 سالگی وارد حوزه علمی اصفهان که در آن زمان یکی از بزرگترین حوزه های علمی کشور بود گردید و در مدرسه جده بزرگ در بازار بزرگ اصفهان ساکن شد. از همان ابتدا به عنوان یک طلبه بازوق استعداد در بین طلاب و اساتید معروف شد، مخصوصا که پشتوانه چون سید علی پدری بزرگوار و دانشمند داشت. سید هدایت الله از سال 1302 که در مدرسه جده بزرگ ساکن شد، از محضر اساتید بزرگ از جمله حضرات محمد باقر دورچه‌ای، شیخ محمد رضا حسین آبادی، شیخ علی یزدی، حاج شیخ محمد حسن نجف آبادی، امیرزا احمد که مدرسه نیم آورد را اداره می کرد
و آیت الله حاج شیخ رحیم ارباب و مرحوم سید العراقین که ریاست حوزه علمیه اصفهان را به عهده داشت مستحفیز گردید و به جهت کسب علم و برخورداری از جنبه‌های سیاسی از محضر درس مرحوم آیت الله حاج آقا نورالله نجفی نیز بهره ها برد و مباحثین سید هدایت الله چهره های روحانی و معنوی ارزشمند چون مرحوم سید محمد رضا مسترحمی جرقویه‌ای، مرحوم حاج شیخ محمد کفرانی و حاج شیخ عبدالقنی و آیت الله سید مهدی حجازی شهرزایی صاحب کتاب چشمسار معرفت بودند. سید هدایت الله ضمن تحصیل در حوزه در ایام تعطیلی حوزه در محضر پدر کسب علم می کرد و همچنین مددکار پدر در امور مختلف، مخصوصا مبارزه علیه دستگاه حاکمه و قوانین منطقه بود. بعد از کودتای 28 مرداد و دستگیری قوانین بزرگ قشقایی و بختیاری و بویراحمدی، حکومت هر از گاهی هشدارهای در باب عدم مداخله در امور به سید هدایت الله میداد، ولی بعد از اعلام مواد ششگانه انقلاب شاه ملت سید هدایت الله هم به پیروی از مرجع بزرگ، مخصوصا رهبر فقید و بنیانگذار انقلاب اسلامی، مخالفت خود را با اصول ششگانه اعلام. مأمورین حکومت سید هدایت الله امامی را دستگیر و مدتی در زندان شهربانی شهرضا حبس نمودند، اما تجمعات و تحسنات مکرر مردم در تلگراف خانه باعث شد بعد از 5 ماه از زندان آزاد شود. از سالها پیش سید هدایت الله صاحب امتیاز دفتر عقد و نکاح در سمیرون بود و از سال 1345 تا آخر عمر در سمت امام جمعه شهرستان سمیرون مردم را با خطبه‌های آتشین خود دعوت به امر به معروف و نهی از منکر و تقوای الهی می نمود. در سال 1348 در اثر یک زمین خوردن معمولی احساس کمردرد شدید باعث شد که حدود 2.5 سال گرفتار بستر بیماری شود، که پس از مداواهای مکرر حکایت از سرطان مغز استخوان داشت. در تاریخ 28 خرداد 1351 این سید بزرگوار دعوت حق را لبیک گفت. مردم حقشناس سمیرام به صورت گسترده در تشییع جنازه و مراسم ترحیم و عزای آن سید جلیل القدر حاضر شدند و قاطبه مردم به صورت زنجیرزن، سینه‌زن عزاداری کردند و بنا به تعلق خاطری که سید بزرگوار آقای سید هدایت الله به استاد خود سید العراقین داشت، وصیت کرده بود که او را در جوار مرقد ایشان به خاک بسپاره. در پایان یادآور می شوم ضمن آنکه این سید جلیل القدر از اساتید خود سید العراقین، آیت الله ارباب، آیت الله نجفی موفق به اخذ اجازه اجتهاد گردید و متعاقبا از سوی حضرت آیت الله عظما اصفهانی اجازه اخذ وجوهات را کسب و از آن حضرت و مرحوم آیت الله عظما تقوی شیرازی یعنی تقوی ونکی اجازه اجتهاد را اخذ فرمودند. این بزرگواران، این پدر و پسر که عمر خود را صرف انجام امور شرعی و حل و فصل دعاوی و اختلافات مردم و هدایت مذهبی
کردن محرم اسرار و ملجع و پناهگاه مردم بودن. از خصوصیات سید هدایت الله امامی و پدر بزرگوارشان حسن خلق، مردمداری، تواضع، وفای به عهد، جدیت در پیگیری در حل و فصل مسائل، تقوا و پاکدامنی، اهتمام به فرائض و مستحبات از جمله صفاتی بود که در وجود این دو بزرگوار میتوان مشاهده کرد. و مردم با صفای سمیرم در مرگ دو شخصیت مذهبی و روحانی جلیل القدر به سوگ نشستند، بر سر و سینه زدند، اشک ریختند و زیر لب زمزمه کردند: سید ما، سرور ما رفت ز دنیا، نایب پیغمبر ما رفت ز دنیا. روحشان شاد و با اولیا و انبیا محشور باشند.